صدای آبادی. سلام شنونده های برنامه صدای آبادی. صبح که خیستم قونه بود که موضوع کنیم، تارت کنیم، نماز خدا بخونیم. دین روز کالا ششتیم، در تشتا کالا تا بچه آمدن او آوردم که او کش کدیم آور کدیم. یه تشت ماش که چای ما خوش کست. مصرف زیاد بود چای خوش. علت این مشکلات چی ها بوده می تواند؟ و به اندازه مصرف کردن آب چگونه است تا از اسراف آب جلوگیری صورت بگیرد؟ برنامه این هفته صدای آبادی در همین مورد پرداخته که من میراخ اعتبار برایتان تقدیم میکنم. تقریبا یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای زندگی میکنند که با خطرات شدید کمبود آب مواجهند. این وضعیت در 17 کشور جهان بسیار جدی است. محققان مرکز تحقیقاتی اینستیتیوت جهانی منابع گفتند این 17 کشور شدیداً از کمبود آب متاثر شدند. مردم 80% آبهای سطح زمین و زیرزمینی را در بخشهای زراعت، صنعت و خانه هایشان به مصرف می رسانند. به این دلیل خشکسالی اندک در این کشورها می تواند به بحرانهای جدی کمابی منجر شود. افغانستان هم از جمله کشورهایی است که اگر مردم در قسمت استفاده از آب توجه نکنند به خطر جدی کمابی مواجه می شوند. حال می خواهیم بدانیم که کمبود آب مردم را در افغانستان دچار چی مشکلات ساخته است. در این باره از چند تن مشنویم. واسف از ولایت نگران می باشم. ده 40 متری آب ما برآمد، ولی امروز صبح ده 80 متری و 100 متری ما نمی بینیم. حتی ما خوردن خود هم درست ندارد. چه برسه که ما زراعت کنیم. نام ما یلدا است. در بلاکایی که زندگی میکنیم زیاتر امی مردماش که هستن تانکرای آب خود زود پر میکنن. ما هم خود سه فامیل هستیم، تانکر که پر میکنن هر دقیقه کالوشویی. ما آمده ما آب نداشتیم، بچای و خوردن آب نداشتیم. احسان الله بسیار با مشکلات مواجه هستیم. روزانه 15 بشکه با سته قاطر یا با سته کراچی یا با سته موتر ما جای دور ما آب میاریم. بسیار قطع در مشکل مواجه هستیم او نداریم. صبح که خیستم قونه بود که موضوع کنیم، تارت کنیم، نماز خدا بخونیم. دین روز کالا ششتیم، در تشتا کالا قونه بود که ما را اوکش کنیم، اوار کنیم. تا بچه آمدن او آوردن که اوکش کدیم، اوار کدیم. یه تشت ماش که چای ما خوش کست. مصرف زیاد بود، چای خوش شد. چند دفعه کندیم هم ندارم. احتیاط نکردن هنگام مصرف آب، مشکلات چون پایین رفتن سطح آب چاه‌ها و حتی خشک شدن آن نیز می‌گردد. چنانچه در بعضی از مناطق قبلا سطح آب در 40 متر بوده و حال از 100 متر پایین رفته است. مردم این مناطق آب برای نوشیدن، غذا پختن و لباس شستن ندارند. مجبورن مسافت طولانی را بروند تا بشک آب بیاورند. ای که علت این مشکلات چی ها بوده می تواند در این باره صحبت های چند تن را مشنویم. کسا است که پایپا میگیره بیرونا کوچا را میشه باشه نی اولی ما چتال نشد همه لو خشکی شده زیاد ما ده خانه سی فامیل هستیم خانم یک فامیل بالای ما کار نمخده و باز ببینی که روزه روزه سر جان افشتن است خو خیره بشو به من اندازه دیگه همه جسم یک علت کم بود بودن او امی است که مردم به خواسته شمسی چهار آشفزول میکشن 24 ساعت او میکشن همو سبب شده که سطح او کم شد چهار فاصلش زیاد نگرفته نزدیک هستن اسم ما راهل است از اقل زمخان یکی خود کم توجه خود فامیل هستن اطفال خود فامونده نمیتونن که باید آب کم استفاده کنن در فصل گرما در روز 20 دفعه خواب بازی میکنن اطفال دگه ای که خودشون نلا را باز میمونن وسایل نل خراب میشه ترمیم نمیکنن از اون خاطر صرفه جویی نمیکنن از این خاطر آب زیادتر مصرف میشه دوستان عزیز، شما شنونده ی برنامه صدای آبادی هستید. اگر در مورد برنامه های تعلیمی ما نظر و یا پیشنهاد دارید، با شماره تلفن 020-240-51-01 به طور مستقیم با همکاران ما به تماس شوید. برنامه ای را که مشنوید در مورد با احتیاط مصرف کردن آب اختصاص یافته است. بی توجهی خانواده ها، متوجه نساختن اطفال در قسمت استفاده از آب، شستن کوچه، حولی و بعض مسائل دیگه از علت هایی هستند که بی احتیاطی در مصرف آب عنوان شد. حال می پردازیم به ای که به اندازه مصرف کردن آب چگونه است تا از اسراف آب جلوگیری صورت بگیرد. در این باره حرفای چند تن را میشنویم که به تقریبا همکار ما سمیرا حلیمزی تجربه شخصی را با ما شریک می سازد.
بازک داریم، نل داریم، مگه مصرف نمیکنیم. اولادم فهماندیم به اندازه مصرف کنیم. او گفت اگر تا نپر کنی وضو تا نمیکنی، اگر دستی تا نمیشه از اگر بیرو آمده، هر کاری که میکنی نل اعلان نکنی. اولیم که میشیم خودم میشیم، اولادم نمیشه، دختر جوان دارم نمیشه، خودم میشیم، دست لوا میگیرم، به اندازه مصرف میکنم. قدر نه که پایپ بند کنم دیگه هر چه کاو مصرف کنی. خودم میفهمم که میگم باید صرف نشه. ده دولا دست لید ما قاو میگیرم به اندازه زیاد. فایدهش به ما به نسل آینده قاو خشکی نشه. ما با فامیل خود میگیم که مصرف ها باید بسیار محتاط باشن. آب به اندازه‌ش مصرف کنن. وقتی که سطح ها به خود زمین به پایان رفته. اسم زرمین است. ما میخریم یک تانکر و سرما 500 600 فروختمش. اقناق نل باز نمیکنیم که یک پیالام کار شد نل باز مانیم و 24 ساعت زیر چوکاش کوبان این قسم نمیکنیم. اسم ما مروه است. ما در خانه خود ما از واترپمپ استفاده میکنیم. واترپمپ هم که از در برق میباشه ما هیچ وقت نمیمانیم که او زایی شوه یا اصراف کنیم. میخواییم که صرف جویی کنیم. وقتی که خودم ظرفا رو میشیم طبعا ما خود نل داریم. از نل استفاده نمیکنم. دو تشت میمانم که یعنی دیگه شقف بزنم و کش کنم. اگر از نل استفاده کنیم آب زیاد مصرف میشه. از خاطر دتاش میشیم و قالینا رو دیگه دیر به دیر باد میشیم پاک باز میشیم. اما خوب است شکر نسبت به دیگه همسایه فریوان است بخاطر که از ما او واترپمپ میباشه. شنوندای عزیز ما کاپسا آمدیم و اینجا میخوایم در مورد ذخیره کردن و اسراف نکردن آب با باشندای محل صحبت های داشته باشیم. شما میشه بر ما خود معرفی بکنین؟ محمد شیرین از ولایت کاپسا. از بر ممکن که اینجا کسی توسط سولار آب از زمین بیرون میکنن یا خیر می سیستم هست در قریتون؟ بعد یک روزت جور بود خودشان تقریبا دو دانه اسیدن شمسی گرفته. ما دو نیم ساعت خانه در مرکز امی کولاتاز 12 متر بلندیش است که ماوی ذخیره وی چای عمیق که شمسی تقریبا 20 چند دانه است که در خانه نل دار کلشان او استفاده میکنه اینقدر او استفاده میکنه که به مصارف خانه خود و زیاده نه که او از اونا کشاورزی چیزه بکنه. چی تعهدات در بین قوم و امی مردم وجود داره ایجا؟ امی مشرای ما سفیده اینمی کلشان از خورد و کلان اینمی تعهد اگر نکدن باید جریمه میکنیم که او زیاد ضایع نشه. کسی تابعیم رو شکایت نکرده. خب با امامیت دو نیم ساعت خانه با کل شانه و میرسه. دو نیم ساعت خانه است که 150 خانه از 9 بجه تا 12 125 خانه بعد از 12 بجه برای از وقت تا 3 بجه باقت میکنه نگاران داره. خب او را نگاه میکنه که سولرهای ما از بین نره. مصارف ما با ما معلوم است که چند لیتر او 40 لیتر 50 لیتر 100 لیتر او مصرف داریم اونقدر او استفاده میکنه بس او شیر خود میبندانه 24 ساعت وازور نمیمانه. مردم به خاطر اینکه آب هدر نرود و به اندازه مصرف شود به چند نکته اشاره کردن که در جلوگیری به هدر نرفتن آب مؤثر بود. عالم دین نیز در مورد مصرف آب راهنمودهایی که در قرآن کریم و احادیث آمده برای ما چنین بیان نمودند. اسم ما وزیر محمد سعید. اسراف کردن در شریعت اسلامی چی در آب باشه، چیزهای خوراکی باشه یا نوشیدنی باشه، شریعت حرام قرار داده. خداوند متعال فرموده ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسی که اسراف میکنه این برادرای شیطان است و این کار حرام است، باید از اجتناب شود. و همچنین خداوند فرموده کولو و اشربو ولا تصرفو. از چیزهایی که خداوند امثال برای خوردن و نوشیدن براتون پیدا کرده حلال است، از حلال که باشه بخورین و بنوشید هر قدر باشه، لکن اسراف نکنین. اسراف در خوردن و نوشیدن شریعت حرام کرده. و همچنان اسراف کردن در استعمال آب جایز نیست. بناهن در استعمال آب باید اسراف نشود. حدیث رسول الله علیه السلام است که یک صحابی برای رسول الله علیه السلام گفت که آیا در آب هم اسراف است؟ رسول الله علیه السلام گفت که ولو که بالای سر جوی روان باشین در استعمال آبش باید اسراف نشود و از اندازه ضرورت استعمال شود. و در مورد جلوگیری از اسراف بهتر است کمی اعضای فامیل متوجه باشد که آب زیاد مصرف نکنند. و همچنون امو مادران باید به اولاد خود توصیه بکند که آب بدون ضرورت استعمال نکنند. یعنی مثلا اگر پاکی یک لباس و یک سطل آب ممکن باشد، دو سطل آب استعمال نکنند. یا صفایی آشپزخانه یا دیگه چیز، خصوصا در شرایط فعلی که سطح آب پایان رفته و آب کم شده،
باید در استعمال آب صرفه‌جویی شود و اسراف نشود، چرا که اسراف شرعاً حرام است. کسی که تعالیم یا ارشادات اسلامی را در مورد اسراف و جلوگیری از اسراف در نظر نگیره، هم گناهگار می شود و هم مفاسد اجتماعی و همچنان اقتصادی از او به میان میاد. و کسی که این را مراعات بکنه، باز هم پیروی از تعالیم اسلامی و هم زندگیش خوب می شود، چرا که آب زیاد مصرف نمی شود و مصارفش را زیاد صورت نمی گیره. مصرف بیش از حد و هدر دادن آب برای مردم مشکلات چون پایین رفتن سطح آب و خشک شدن چاه‌ها شده بود. حتی در بعض مناطق مردم برای نوشیدن، غذا پختن و لباس شستن خود آب نداشتند و مسافت طولانی را می پیمودند تا بشک آب را به خانه انتقال دهند. و این کار طاقت فرسا را همه روزه به خاطر رفع تشنگی و سپری شدن زندگی روزمره تکرار می کردند. علت این مشکلات به احتیاطی عده‌ای در مصرف آب، نفهماندن اطفال، شستن حولی، کوچه، موتر و ریخت و پاش نبودن آب به هر طرف عنوان شد. اما بعض خانواده ها به خصوص پدر و مادر در قدم اول برای فرزندان خود در مورد اهمیت و ارزش آب معلومات دادند و نلهایی که خراب بودن آن را ترمیم کردند. کسانی که در همسایگی آنها قرار داشتند و در قسمت مصرف آب بی احتیاطی می کردند، قانون برایشان وضع کردند و در صورت تکرار عمل آب را بالایشان قطع کردند. با این گونه تا حد توانسته بودن از ضایع شدن آب جلوگیری کنند. شنونده های عزیز، برنامه ای را که شنیدید همکار ما غرسنه یزغری در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر می خواهید این برنامه و سایر برنامه های ما را هم بخوانید و هم بشنوید، با صفحه اینترنتی تجلان.اف سر بزنید.